سلام و شب بخیر. به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. ایتالیا میخواهد سفارتش را در کابل گسترش دهد. سرپرست وزارت خارجه در دیدار با شارژ دافیر سفارت ایتالیا برای افغانستان برای گسترش تعامل کشورهای غربی با امارت اسلامی تاکید کرده است. سرپرست سفارت ایتالیا برای افغانستان نیز گفته که میخواهد فعالیت‌هایشان را گسترش داده و در کنار کمک‌های بشری با بانک جهانی و دیگر شریکانشان برای رشد اقتصاد افغانستان کار کنند. به گزارش در همین مورد توجه کنید. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با شارژ دافیر سفارت ایتالیا برای افغانستان و هیئت همراه او در کابل داشته است گفته که دروازه تعامل برای تمامی کشورها باز است و کشورهای غربی نیز می توانند از طریق تعامل با امارت اسلامی مسائل مربوط به افغانستان را به گونه مستقیم به بررسی بگیرند. وزارت خارجه می گوید که در این نشست درباره نشست اخیر دوحه و نشست های آینده سازمان ملل در مورد افغانستان نیز بحث شد و همچنان بر گسترش روابط دو جانبه و چند جانبه امارت اسلامی با کشورهای جهانی تاکید شده است. اغلی گونتویلا په کابل کې د ایتالیا د سفارت د فعالیتونو پراخولو له هڅو څخه هم یادونه وکړه او زیاته کړه چې د ایتالیا جمهوریت د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو ترڅنګ په اقتصادي برخو کې له نړیوال بانک او خپلو شریکانو سره کار کوي ترڅو د افغانستان اقتصادي ثبات لپاره ګټور ثابت شي. متقی صاحب دغه راز وویل د افغانستان اسلامي امارت د نړۍ له ټولو هیوادونو سره متوازنې اړیکې غواړي او د تعامل دروازې د ټولو هیوادونو پر مخ خلاصې دي. شارژ دافیر سفارت ایتالیا در این دیدار به تلاش ها برای گسترش فعالیت های سفارت آن کشور در کابل اشاره کرده و افزوده است که ایتالیا علاوه بر کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان با بانک جهانی و شرکای آن در زمینه های اقتصادی نیز همکاری می کند. کشورهای منطقه مثل چین، ازبکستان، روسیه، ایران همه داخل تعامل هستند و به خاطر ارتباطات با افغانستان و احیای اقتصاد خودشان و رابطه با افغانستان که افغانستان یک نقطه وصل است در تعامل هستند و روی ملحوظ است که کشورهای اروپایی هم نمیخواهند که از این قافله پس بمانند و داخل تعامل میشن با حاکمیت فعلی. امیرخان متقی همچنان تاکید کرده است که از هر فعالیتی که برای مردم افغانستان رفاه به همراه داشته باشد استقبال میکنند. باز هم خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. هر یک آقای سلیم پیگیر رئیس حزب متحد فکری افغانستان اینجا در استودیو، آقای توریاله زازی تحلیلگر مسائل سیاسی از آلمان و همچنان آقای شهاب الدین سرمند آگاه روابط بین الملل همچنان از آلمان با ما وصل هستند. مهمانان عزیز را به بس خوش آمدید میگم. پیگیر صاحب اجازه بدین بس با شما آغاز بکنم. چی عوامل ایتالیا را علاقمند ساخته که فعالیت هایش در افغانستان گسترش بده؟ سلام خدمت شما احمدی صاحب گرامی، جناب سرمند صاحب، جناب زازای صاحب و بینندگان عزیز تلویزیون آریانا نیوز. بسیار چیزا است که جهانی ها را علاقمند می سازه احمدی صاحب. هنوز کشورهای شرقی بسیار کم نزدیک شدن برای ما، غربی ها ورخطا شدن، واجل من سفارت های خود باز میشه، باز میکنن و ما باور دارم این جهان نمود که من میگفتم نه دمی طول دنیم سال چیخ میزدن که نه در کس در قصه حقوق زن است، نه حقوق مرد است، نه حقوق اطفال است، نه مکتب است، نه پوانتون است، نه بهانه ها میکنن. این ماستیم که مکتب و پوانتون یا برخ دختران ما بسته است، اونا اصلا سر این موضوع نیست. این میال یک کشور غربی بار شرط بر رسمیت بشناسه، صبح 50 کشور شرقی امارت اسلامی افغانستان بر رسمیت میشناسن. اینجا به اصطلاح یک کانکورنس میگین، یک مسابقه میگین، هر نام که سرش میمانه. ببین اگر این کشورهای اروپایی غربی از ما شما بسیار زیاد دور میگرفتن نمیتونه، خصوصا نمیتونه دو نیم سال، ولی بعد از اینکه چین به اواخر هند نزدیک شد، روسیه نزدیک شد، اونا مجبور شدن. و باور کنین احمدی صاحب، هر کدام از این کشورها و شمول شرقی و غربی میخواین از اینجا یک لغمه یک چربه بگیرن،
بس هدف شده نمیست. یکی دقیق طول دو نیم سال بهانه های مختلف ایجاد میکردن. ای به این معناست که ایتالیا اگه آمد سفارت خدا واس کرد، به این معناست که اتحادیه اروپا امرایش موافق هست. به اینان سوال پیدا میشه پیگیر سیب که چرا امی فکره اینا دو سال پیش نداشتن؟ چرا دو نیم سال پیش نداشتن؟ چی تغییر به وجود آمده که حالا علاقه مند شدن که در افغانستان فعالیت های دیپلماتیکشان گسترش بدن؟ احمدی سیب اگه یا عزیز که در ساکر خود مبرم عزیز پس سفارت باز میکرد، خب مردم اوجا افغان ها نیست خب برده اوجا مردم اروپا هست میاد یخنش میگیره بیدن ده 20 سال خیلی چرا کشتی؟ قال یا خوب مردم بود حکومت برشان دادی خلاص سفارت ها را باز کردی. مردمشان قرار نمیدیشن. ببینی خب چطور نمیگیرن حالا؟ ولی با اون شدت که دو نیم سه سال پیش میگن حالا نی آیست آیسته او زخمای غربی ها مرهم شده میره که از افغانستان خوردن آیست آیسته. از این خاطر است که پس به ما خود نزدیک ساخته میرن و به این مانا نی که ما را دوست دارن. این باید بفهمین نه شرقی ما را دوست دارن نه غربی، نه هیچ کدامشان. فقط و فقط میخواین که در این زیرزمینی هایی که ما داریم هر کدامشان لغمه های کلان چربه بگیرن از ما. بس اینی ادب شانه. نه دین خب معلوم شد نه نه خوب ما چیغ میزدیم که مردم یا دنبال حقوق بشر، حقوق زن، حقوق اطفال نیستن یار به یا هیچ اصلا مربوط نیست که دختر افغان مکتب میخوانه یا نمیخوانه، پانتون میخوانه یا نمیخوانه. اصلا درست است که در ماده های سازمان ملل متحد بسیار خوب چیزا نوشته است، ولی یک حرف زنا قابل از این نیست که آدم سر زنا اعتماد بکنه. بله. و این دیدا میریم نه به نوبت آمده میرن امروز ایتالیا هم سوابینی جرمنی هم دیگه سبب نمی اسپانیا. با اما این حضورم زیاد معنادار نیست پیگیر صاحب. اینا فقط میان مثل کشورهای دیگر حضور دارن، اهدافشان مشخص نیست که چی کارهایی میخواین بکنن، اما میگن که ما در افغانستان آمدیم و تلاش میکنیم که اقتصاد کشور بهتر بسازیم. ببینید خب نمی از روزی که امارت اسلامی افغانستان جای به جای شد، ایران بان نمیجه، چین مان نمیجه، روسیه مان اول چند معدن قرارداد دادن کردن نی؟ دیدی؟ همین دو کشور رو بله اونها پس ماندن نی؟ با وجوده که هنوز اون معدن هایی که باید با کشورهای بزرگ قرارداد شده که نشده، ولی چند چیز خز دست دادن. اینا دنبال موتو نیست، دنبال منافیست. چگونه؟ از کجا؟ از کدام کشور؟ و افغانستان چیزایی داریم که هنوز دست نخورده، خصوصا لیتیم که یکی از ضرورتهای مبرم دنیاست که از این تلفون جور میشه، از این بطری موتر جور میشه، که از این در فضا جور میشه، که از این همه چیز جور میشه. و 60% لیتیم جهان ما خودت داریم. پس اینا باید برخطا باشن. بیا چی که در حکومت ملاست، روشن فکر است، قاضی است، چیست؟ تشکر. از هر کسی که برشان هر قرارداد بزرگ بتوانم او بسیار خوب آدم است. بسیار تشکر. سرمن سیب شما رو به بس خوش آمدید. میگم ایتالیا جدیدن علاقه من شده که فعالیت هایش را در افغانستان گسترش بده، تعامل دیپلماتیک داشته باشه و گفته که میخواین در کنار بانک جهانی به خاطر بهترسازی اقتصاد کشور کار بکنن، اما زیاد واضح نیست فعالیت هایشان که چه کارهایی میخواین بکنن. اگر قرار باشه که سفارتی کشور هم عملا در افغانستان باز شود، اینا نه در گذشته بر افغانها کدام ویزای صادر کردن و نه حال میل زیره دارن. چه اهداف را اروپایی ها و مخصوصا ایتالیا در افغانستان تعقیب میکنن؟ تشکر. درود با شما احمدی گرامی، درود با مهمانان نهایت محترم شما، هر یک جناب گرامی پیگیر و جناب گرامی ساسای، درود به همکاران گرامی شما و درود به مردم نجیب افغانستان. اجازه بدین قبل از پاسخ به سوال شما، صمیمانه ترین تبریکات خدا به خاطر حلول سال 1430 هجری شمسی به شما و از طریق برنامه شما و مردم نجیب افغانستان ابراز بدارم و آرزو دارم که 1430 هجری شمسی برای مردم افغانستان سال سعادت و برای
حاکمان امروزی سال صراط المستقیم باشن. میبینین افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی خود قلب آسیا نامیده شده بود، ولی از لحاظ داشتن منابع طبیعی خود اکنون جهانی که از افغانستان فرار کردن و افغانستان رها کردن و حق مردم افغانستان ظلم کردن، جفا کردن، اینا متوجه از این حقیقت شده که قلب خود افغانستان دارای منابع سرشار موادی هست که این کشورها با او نیاز داره. چنانچه جناب پیگیر محترم قسمتش یاد کرده، مناسبات کشورهایی که به افغانستان در حالت عدم موجودیت یک قانون عمومی یا قانون اساسی برای جامعه، برای حکومت و دولت یک خلای بزرگ است، و همچنان مسئله انزوایی که خود افغانستان در این اواخر ثابت ساخت که میخواهد در این انزوا قرار بگیره، این مطالب خودش سوال برانگیز است و اثرگزینیش مثل از اینکه چین رابطه خود با افغانستان آغاز کرد. اولین کشور بود که سفیرش هم در اونجا بسیار استقبال شد و از گذشته ها هم با امی طالبای حاکم امروز اینا رابطه داشتن. ازبکستان، روسیه، پاکستان، کدام دستاورد ما در رابطه با سعادت مردم افغانستان، در رابطه با تقویه اقتصادی افغانستان از اینا ما چیزی را ندیم؟ خود شاید دوستا بگن که ما این کار میکنیم، از چند جایی را که اینا کار کردن سرش زحمت کشن، بله، ولی ما در رابطه با اعمار بندها، در رابطه با ساختن تونل سالنگ و اینا شاید قسمت از سعادت مردم را بارگرن، اما سعادت مردم چیز دیگی هست که او را هر روز مردم افغانستان با هنگری بلند او را یاد میکنن. تشکر. ادامه این بحث پس از وقفه. به ادامه بحث بازم خوش آمدین. آقای زازای هم با ما وصل هستن. زازای صاحب شما را به بحث خوش آمدید میگم. حضور کشورهای غربی و اروپایی را و تلاششان به خاطر اثرگیری روابط با افغانستان را چگونه بررسی میکنه؟ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. نمیدانم خدمت کی از همراهتان، مهمانان گرامیتان و همکارانتان و هموطنان عزیز خود تقدیم میکنم. در مورد افغانستان سیاست جهانی معلوم نیست، یعنی یک تصمیم قاطع جهان در قسمت امی بحران موجودی افغانستان تصمیم تا بال نگرفتن و یک تعداد کشورهایی که اینا میخواین با افغانستان از لحاظ دیپلماسی تماس بگیرن، این خود به خود جهان متوجه میسازه که یک قسمت کشورها جهان میخواه که به رسمیت بشناسه، مثل کشورهای همسایه ازبکستان و چین و یک تعداد کشورهای دیگه. اما مشکل اساسی در اینجاست که تمام عامل از می بدبختی هم که از خود امریکاست که افغانستان با آن مواجه است، به خاطر اینکه امریکا در این منطقه اهداف سیاسی داره و خود پاکستان هم که از دامن امریکا را قائم گرفته، به خاطر از اینکه پاکستان میفهمه که اگر امریکا پاکستان حمایت نکنه، هند بالای پاکستان حمله میکنه و از جانب دیگر هم افغانستان حمله میکنه و پاکستان رو به تجزیه میشه. به این خاطر ایسی آی پاکستان و نظامیان پاکستان بهانه های را ایجاد میکنه که تا افغانستان و حکومت موجوده را برای جهان قسم معرفی کنه که اینجا ثبات وجود نداره. بله، اما برعکس دیده میشه که کشورها میخواهیم تعامل بکنن، میخواهیم رابطه مستقیم داشته باشن. در همین دیداره که سرپرست وزارت خارجه با شارژ دافیر سفارت ایتالیا بر افغانستان داشته، ایتالیا خواسته که تعامل مستقیم و واضح با امارات اسلامی داشته باشه. در کشورهای اروپایی تقریبا تازه هم چند کشور امرایشان یک جا شد که در حدود 32 کشور میشه، اما ایتالیا در بین از این کشورهای اروپایی
سیستم سیاسیش با دیگه کشورهای اروپایی فرق میکنه. ایتالیا یک کشور بی‌غرض است که در هیچ مسائل سیاسی کشورهای دیگر مداخله نمیکنه و یکم به خاطر اقتصادی خود و به خاطر سیاست خود میخواهد که با تمام جهان تعامل درست داشته باشه و با تمام جهان با تفاهم داشته باشه. به این خاطر ایتالیا میخواهد که کار بکنه. و دومی دیگه است که مثلا شما از اسلام ببینین که 1400 سال میگذره و کشورهای اروپایی که از مثلا اینا در این منطقه اتحادی اروپا خودش یک قدرت است. همین اولین صدراعظم آلمان آدناور سه قوای نظامی را با همکاری امریکا در مابین آلمان ایجاد کرده که یک قوای از این نظامی برای افریقا است و یک قوای نظامی برای آسیا است و یک قوای نظامی برای اروپا است که حتی پلیس آلمان اجازه نداره که در این قوای نظامی داخل شود و هیچ کس حق از ایرام نداره که مثلا داخل از این چیز قوتای نظامی که اینجا ایجاد شده بره، بخاطر از اینکه تمام تجهیزات بسیار مجهز نظامی آمریکا در این اردوگاه های نظامی وجود داره. بخاطر اینکه اینجا در جهان کشورهای غربی پلانای بسیار عمیق داره که چه قسم بتانن او پلانای خود 20 سال پیش 30 سال پیش اینا پلانای خود درست میکنن برای جهان بب. یک دفعی این پلانای خود درست نمیکنن. به این خاطر از نظر ما افغانستان یا حکومت موجوده باید دی تلاش ها که خود از با سیاست جهانی برابر و آماده بسازه و خواهشات مشروع کشورهای جهان قبول کنه تا افغانستان از این بحرانی که از طرف جهان برشان ایجاد شده از این بحران نجات پیدا کنه و برای نسل آینده یک کشور درست آرام برای نسل آینده تسلیم نماید. سپاسگزار استم. پیگیر صاحب، حالا فرض کنیم که کشورهای خارجی غربی یا همسایه ها یا هر کس دیگه میخواین به خاطر منافع خود یا به خاطر از اینکه از رقیبای خود دور نمانند در افغانستان حضور داشته باشند، افغانستان چه منافعی را حکومت سرپرست افغانستان که حالا گفته میشه به نحوه در انزوا قرار گرفته چی نفره میتونه از حضور این کشورها ببره؟ ببینین اگر ما بتانیم مدیریت کده میتونیم نفع ببریم، اگه بتانیم مدیریت کرده که تاول نتانستیم. ببینید خب در جامعه که هر رویداد میشه از اون دو نتیجه گیری کرده میتانیم، هم منفی هم مثبت. اگه پن باشیم کلش منفی میشه، اگه نیک فعال باشیم کلش هم مثبت جور کرده میتانیم. برای فعلا ما منفیستیم. اگر امی فضای امی جو سیاسی جهان ما بتانیم امروز در افغانستان مدیریت کنیم، باور کنین همه چیز به نفع ما تمام میشه، هم شرقی ها هم به نفع غربی ها. ولی ما هنوز خود جور نکدیم، ما هنوز در این از این نبر آمدیم که امی دختر به مکتب بخوانه نخوان، ما در اینجا بند ماندیم. مردم ما کوشش میکنه، امیال دست عدد عزیز هند هند همسایه ماست. او ببینید در کدام کره ها را ما اونوز فکر میکنیم که دخترک مکتب بخوانه نخوانه، ما باید دکتر داشته باشیم یا نداشته باشیم، ما باید معلم داشته باشیم یا نداشته باشیم. برای فعلا تصمیم میست که نباید داشته باشیم. اونم پاکستان است، اونم میریم بوجه نزن مربوطشان میشه نه مرد و آنه میریم تدایی میکنیم. هنوز مالیجه نبر آمدیم، پس ما چگونه میتانیم که این فضای این جو سیاسی جهان مدیریت کنیم؟ اگر این وقتش است هوشیارانه که عمل بکنیم، یک سیاست مدبرانه هوشیارانه از این جیل خود بکشیم، خوب درست خود قوی جور بکنیم. بعد از اون باور کنین احمدی صاحب که این کشورهای ایتالیا چیز که کلشان به نوبت بلای نستاد میشن که ما را به رسمیت بشناسن. اما خود گفته میشه که یک سیاست خارجی عدم انسلاک و اقتصاد محور در پیش گرفته شده که با تمام دنیا در به تعامل باز است. ببینید ها جهان هم مجبور است و ما هم مجبورتر.
کلگی میفهمنی؟ جهانم مجبور است. مام کلمه تعامل است. ولی باور کنید نی؟ ما هنوز از تعامل پیش نرفتیم. جهان ما رو تعامل میکنه، ما جهان مجبور استیم. ما میگیم باش که ازی انزوای سیاسی برای جهان میگه یک لقمه چربه بگیریم به ایران رو ببین. اگر نه سایه ما شما رو به مرمی میزنه. چقدر خدا نزدیک کده؟ چرا نزدیک کده؟ بختر دیگرها کشورهای بزرگ از شیر به شیر آقایی و شیر آقا شده. اگر یک شیر آقای صحیح باشه اون که شیر آقا نمیگه. از به شیر آقایی ایران شیر آقا شده آمده بدر. که اومدن قرار داد که اومدن قرار داد که. بختر ما مجبور هستیم. ما مجبور هستیم که یک چند پیاره اقتصاد کشور باید بیا. پس احمدی صاحب هر وعده که ما افغان ها خود جور کردیم شیشتیم، اول فضای افغانستان مدیریت کردیم، بازو بریم فضای منطقه را مدیریت میکنیم، بازو طرف جهان میریم. ولی بدبختانه احمدی صاحب ما خود مدیریت کرده نمیتونیم. کمک میکنه پیگیر صاحب حضور کشورها آمدنشان به وضعیت فعلی افغانستان، به وضعیت بی سرنوشت و نامعلوم افغانستان، به انزوای سیاسی افغانستان تغییر میتونه بیاره؟ ببینید خب، یکی حکومت افغانستان است، یکی مردم افغانستان. ما شخصا دنبال منافع ملی و منافع مردم افغانستان است. ای که دهی قرفت آمده و حکومت ها چی نقص تاوار میکنه و حکومت میپا و کارش. اما حکومت است که از مردم نمایندگی میکنه. ببینین خب. ای که نفع ایتالیا به مردم غریب و بیچاره ما میرسه یا نمیرسه این موضوع جداست. اینی دیم میخوایم. ایتالیا اگر میایی بدون از ای که به نام دیپلومات چندین کارمند استخبارات میاری. این خوب معمول است. پیشتر جواب سوال شما مکمل شود به خاطر که افغانستان است، کلی درگیر است. اینجا چین امریکا رو نمیخواد، امریکا چین رو نمیخواد، ایران اردیش رو نمیخواد، هند کلش رو نمیخواد، روسیه میگه من تنها باشم. پس اینجا همه که اول که میان افغانستان از نگاه استراتژی بسیار مهم است برای جهان. هر کس که افغانستان کنترل کرد آسیا رو کنترل میکنه و این کل گی میفهمه. و از این مختار ببینه که هنوز انگلیس میره روس میره، روس میره ناتو میره، ناتو میره چین میره، چین میره، این رفت آمده سیجه. هر کس میخواهید افغانستان کنترل کنه. بخاطر که افغانستان کنترل کردی آسیای میانه رو کنترل میکنی، آسیای جنوبی رو کنترل میکنی، حتی چین کنترل کرده میتونی، حتی روسیه رو کنترل کرده میتونی. پس همی زمی سبب است که اینا به این همه که دل رحم دارن وجود بسیار ظالم مردم هستن یا صرف می آید که آخرین قطره های خون مگه در وجود ما و خودت باشه به همون رو بنوشن کشورهای غربی. پس اگه ما تو جرأت کنیم، مدیریت کنیم، عقلانیت سیاسی به کار ببریم، پس میتونیم این فضا را مدیریت کنه. تشکر. اما در غیر از او اگر می آش باشه و می کاسه باشه و می دیگ باشه یعنی روزگار ما بعد بدتر خواهد شد. سپاسگزار است. مدامه یعنی بس پس از وقفه. ادامه بس بازم خوش آمدین. سرمن صاحب، در دیدار که با سرپرست وزارت خارجه و شارژ دافیر سفارت ایتالیا بر افغانستان صورت گرفته، این کشور مدعی شده که ما میخواهیم روابط مستقیم با کابل داشته باشیم. سوالی که جه مطرح میشه ای است که در گذشته اینا چه نوع روابط داشتن و از کدام آدرس گفتگوهایشان را تعقیب میکرده؟ من فکر میکنم که در اینجا خود شاهزاده فیر سفارت ایتالیا غیر مستقیم زگنال داده یا در صحبت خود روشن ساخته که غیر مستقیم که نماینده طالبان در دوحه اینا
ارتباط خود داشته و حالا میخواین که مستقیم با وزارت خارجه یا به حکومت فعلی طالبان در افغانستان رابطه داشته باشه و این تأمین از این رابطه به شکل که از روسیه و ازبکستان و چین و پاکستان و آل ایتالیا و کشورهای دیگه هم شروع کرده آغاز شده، چنین تأمین کردن یا تأمین شدن روابط اساس دقیق سازندگی مؤثر و قانونیت خوب نداره، اصلا قانونیت نداره. ما اگر ببینیم که افغانستان در یک حالت بسیار بد قرار داره، یعنی اگر روشن بگویم هم بیمار است و هم زخمی است، اینا با مسابقه طبیب ها این جمعه که ممت قرار بگیرن، ولی ایواز از این که تداوی کنن، ایواز از این که مرهم بگذارن، اما گرده و جگر و بعض جای دیگه که مورد نیاز شانست کوشش میکنن که همون رو بکشن. یه درست نیست، سازندگی نداره. اگر اینا واقعا میخواین و اگر حکومت افغانستان هم میخواین که با جهان رابطه داشته باشه، کلاه خود پیش روی خود بگذارن، در این ماه مبارک رمضان یک بار فکر کنن که ماه نزول قرآن است، بر احکام مواد قرآن اینا که قرآن از ایمشان که کتاب خداوند است و برای مسلمانان حاضر شده عمل کنن. مثلا همین مسائل که جهان هم سرش تأکید میکنه و خود مردم افغانستان هم سرش تأکید میکنه، تعداد از رهبران فعلی افغانستان تعداد محدود هم سرش تأکید میکنه، چرا رعایت نمیکنه؟ و طور مثال اگر اینا میخواین که در جهان رابطه داشته باشن و از انزوای سیاسی اقتصادی نجات پیدا کنن، رعایت کنن حقوق بشر در افغانستان، حقوق بشر به شکل کلش، نه تنهایی که امنیت تامین از افغانستان، حقوق بشر هم رعایت شده، نه رعایت کنن وعده هایی را که دادن. میگه انسان بالخصوص مسلمان که قول میده، وعده میده، با قول خود وفا میکنه، دین دروغ نمیگه. ولی اینا خو وعده که داده بودن که ما مکاتب فعال میسازیم، تعلیم و تحصیل فضایش باز میسازیم، ایره چرا رعایت نکرده؟ مشکل اساسی فقط در اینجا است که افغانستان زمان میتونه رابطه خوب یا تامین رابطه خوب اقتصادی سیاسی با جهان داشته باشه که خود عیار بسازه. اما شنیدین که اشاره شد که برای دنیا هیچ اهمیت نداره که در افغانستان وضعیت چگونه میتونه باشه، البته از لحاظ روابط که اونا میخواین از لحاظ سیاسی داشته باشن، اگر قرار باشه که در افغانستان حتی یک زن نتونه درس بخونه و حتی نتونه یک زن هم کار بکنه، برای دنیا اصلا مطرح نیست. بنال امی که هست که دنیا پای منافع خیش است. اگر دنیا چنین فکر میکنه در رابطه با افغانستان، اصلا این دنیایی که میخواه با افغانستان رابطه تامین کنه، خودشان ناقضین منشور ملل متحد هستن، بنان اینا پای منافع خود هستن. ولی مردم افغانستان با چنین فکرهایی که دنیا داره موافق نیست، بلخصوص قشر روشن افغانستان با چنین فکرها موافق نیست. اینا اگر من با وطن ما ممت قرار میگیرن، کوشش کنن که پای منافع خود نباشن و هونمو منشوره که ملل متحد بر خود تعیین کرده و اینا عضو سازمان ملل متحد هستن، باید عضو ناکام یا غیر حاضرش باید ممت قرار بگیرد، نه ای که کوشش کنن اما چند پارچه استخوان کم به دردشان میخوره و شاید از او هم روغن بسازن، به اصطلاح پای منافع خود باشن. مردم افغانستان چنین برخوردها و چنین روابطه که یک جانبه باشه و حقایق انعکاسنت تغییر به وجود نبیاره توافق نخواهد داشت. بسیار تشکر. زازوی سیب، چی فکر میکنین که دورنمای دنیا در حال حاضر بر افغانستان چی است؟ هر از گاه میبینیم که از تعداد از کشورهای غربی که متحدین امریکا هستند و باور امارات اسلامی است که آمریکا باعث شده که حکومت موجود مشروعیت بین المللی شبدست نبیره، میاین به کابل روی تعامل با حکومت سرپرست تاکید میکنن، میگن که ما کوشش میکنیم برای مردم افغانستان کمک بکنیم، روابط این حکومت گسترش پیدا بکنه و در نهایت حداقل بتونه که تعاملات معنادار با دنیا داشته باشه. آیا بر رسمیت شناسی حکومت سرپرست در آینده های نزدیک در دستور کار جهانیان قرار داره؟ گوری احمدی سیب، نری به هیچ کلا افغانستان پر رسمیت و نپیژنی ترسو دی د نړیوالو مشروع غوښتنې امارت اسلامي ونه مني.
او د دوی دغه کړنې چې د مکاتبو دروازې بندې کړې دي، د نجونو د پوهنتون دروازې بندې کړې دي، دا هیڅ چاته د منلو وړ نه دي. او دا چې اوس دوی 2,300 مدرسې په دې 2014 کال کې جوړې کړې، دا هم نړیوال دینی مدرسې جوړې کړې، دا هم نړیوال ته د منلو وړ نه دي. او 300 هم خصوصي دینی مدرسو ته اجازه ورکړې. طالبان درسته ده چې په افغانستان کې امنیت تامین کړی ده، ټول جغرافیا باندې حاکم دي، مګم د دوی دغه کړنې نړیوالو ته خو څه کوي چې په خپله ولس ته د منلو وړ نه دي. دغه 40 میلیونو د اولادونه دا ټوله د دې هیله او ارزو لري چې دوی مکتب ته لاړ شي، تحصیل وکړي او تعلیم وکړي. که چیرته دوی د نجونو مکتبونو دروازې پرانیزي، د جهالت ټغر د افغانستان څخه ټولېږي. او که دوی همدغسې په همدغو مذهبي مسایلو باندې ټینګار کوي، دا به بیرته نړیوالو ته یوه لویه ستونزه وي. چی کنه مثلا حکومت باید سازل صاحب به خاطر از اینکه میخواه با دنیا تعامل پیدا بکنه از ارزش های اسلامی بگذره؟ نه، ما نگفتیم که از ارزش های اسلامی گذره. دین اسلام 1400 سال میشه که در افغانستان حاکمیت داره. هیچ یک افغان از شمال افغانستان تا جنوب و شرق تا غرب از ارزش های اسلامی نمیگذره، و اگه با قیمت جانش هم تمام شد. اما ارزش های اسلامی بهانه برای پیشرفت و تمدن کشور شده نمیتونه. اما چرا باید قسمی که شما مشاره کردین دنیا با ساختن مدرسه های دینی در افغانستان مشکل داشته باشه؟ به خاطر از اینکه ادیان جای خود داره، کار جای خود داره، سیاست جای خود داره، دین جای خود داره. شما ببینید دمی اروپا این مسئله جنگ های صلیبی بود که اروپا را وضع اروپا را بسیار خراب کرده بود، که اینا جنگ های صلیبی عیسوی مذهبا در یک روز 25,000 زن کشتن. چی کردن اروپایی ها؟ کسایی که افرادی که اهل قلم و کتاب و علم و دانش بودن با هم یک دیدن، کلیسا را جایش داد و کار را جایش داد، سیاست را جایش داد. مثلا امی خود اتاتورک مسئله دینی را جدا کرد و مسئله سیاسی را جدا کرد. دین جای بسیار مقدس و بلند برای مردم افغانستان داره. هیچ کس مقابل دین نمیخواد که به اندازه یک سری مو یک حرکت بکنه. اما اگه شما واقعیت میخواین بشنوین، بالاتر از 2 میلیارد مسلمان در جهان وجود داره، 6 میلیون یهود در اسرائیل وجود داره. چرا نتانستید 2 میلیارد انسان در مقابل اسرائیل یک عمل را انجام بده؟ به خاطر اینی که تمام جهان، کشورهای جهان با هم ارتباط داره، تمام اقتصاد جهان به دست اسرائیل است. تمام جهان به نام سنگ سیاه، بزرگترین کمپانی جهان است که توسط اسرائیل کنترل میشه. الیانس بزرگترین بیمه جهان است که توسط اینمی اسرائیل کنترل میشه. شما فکر کنید که جهان در یک حالت دیگه است. یک افغانستان نمیشه که ما برش مسائل دینی را بانه بگیریم یا یک مسائل شریعت را برش بانه بگیریم. حالا شما فکر کنین، من یک مثالش براتون میارم که جهان چی میخواد که در مابین جهان داشته باشه. قدرت میخواد. اروپا خودش میخواد که قدرت داشته باشه. آمریکا نمیخواد که خود افغانستان نمیخواد که آمریکا آرام بانه. اگر آمریکا آرام بانه، روسیه نمیمانه. اگر روسیه بانه، چین نمیمانه. اگر چین نمانه، همین 4 همسایه گرگه که ما در تو با وسطش قرار داشتیم اینا نمیمانه. یک مثال دیگه شه براتون بگم، بریژنسکی مشاور امنیتی رونالد ریگان و جیمی کارتر بود. او کوشش کرد و با کوشش خودم موفق شد که نماند که روسیه همراه آلمان یکی شد، به خاطر ازی که روسیه نظام قوی داشت و آلمان اقتصاد قوی داشت. به این خاطر یک تفاوت بین از اینا به وجود می آورد که تا آلمان با اروپا و با آمریکا یک جای باشه. ما تحت فشار سیاست جهانی قرار داریم. امارت اسلامی، افغانستان در مقابل از این سیاست جهانی و خواهشاتشان هیچ چیزی کرده نمیتونه. ما یگانه رای را که داریم و رای ساده و وطنی و شکل مثال بگم، ما خانه خود باید خود ما آباد کنیم، ما باید خود ما با پای خود استاد شویم و ما باید با بازوی خود اتکا کنیم. از این عمل کردهایی که برای جهان قابل قبول نیست، از او باید به طور جدی صرف نظر کنیم.
ما چندین دفعه به شمول ما اکثریت کارشناسان سیاسی، تحلیلگران سیاسی و نظامی و خود یک تعداد اعضای رهبری طالبان صدا میکنه که دروازه مکاتب باز کن. این خودش از کدام لحاظ مثلا برای مفهومش چی است که اینا دروازه را بند کردن؟ یعنی کدام بهانه شرعی برش دارن خو ندارن، کدام بهانه سیاسی برش دارن خو ندارن، کدام بهانه اجتماعی برشان دارن خو ندارن. این خودش باعث بدبختی خودشان خود چی که باعث بدبختی 40 میلیون نفوس میشه. سپاسگزار است. ادامه این بحث پس از وقفه. ادامه برنامه بازم خوش آمدین. پیگیر صاحب، میخوایم که بحث را جنبندی بکنم. دنیا از ارزش‌هایش و خواهش‌هایش پایین نمی. در کنار از او امارت اسلامی هم سر تعامل را نشان نمیده و میگه که به خواسته‌های دنیا هیچ وقت تسلیم نخواهد شد. نتیجه کار چی خواهد بود؟ احمدی صاحب، امریکا بالای ژاپن دو بم اتم استعمال کرد در جنگ دوم جهانی. حتمی کلگی آگاهی داره، ولی تا بال ژاپن هیچ جنگ علیه امریکا شروع نکده و نمیکنه. ولی یک جنگ قوی اقتصادی را علیش شروع کرد که در سر میز رئیس جمهورش هم ببینی حتمی یک چیز ژاپنی است، اون انتقام میگیره. اقتصاد سیومین اقتصاد دنیا است. ژاپن خودا جور کردن و یگانه بعد از جنگ دوم جهانی که بزرگای ژاپنی بین خود چیش گفت چگونه خودا جور کنیم. یکی گفت تعمیرهای مقبول، یکی گفت بیایی که مکاتب مقبول جور کنیم. مردم که با سواد داشتیم واسه ژاپن چور میکنن. همه تشد ببینیم. ما شما معلمه میگیم معلم پایان ترین ماش در سطح تمام حکومت ها، نه که اماره، تمام حکومت ها معلم بود. ولی در ژاپن اول نمره عمومی مکاتب در دارالمعلمین معرفی میشه و بلندترین معاش برای معلم است. اونا اون انتقام گرفتن. ما از یک جنجال خود خلاص نمی کنیم، منوز که دیگه جنجال خودم اندازیم، از اون جنجال خلاص نمی ده دیگه جنجال. تاثیرش چیست؟ بی سوادی. پس بیاین که تا که احمدی صاحب یکی بیانای انقلابی است، نه کال امارت هم میشه در پشت هر میکروفون کلگی میگه. من که دیروز شنیدم کلگی میگه علم عصریت نیست، کلگی باید بخونه. ولی یکی دروازه مکتب باز نمیکنه. همه گی میگه ما چه میره، ما بسته کردیم که ما صبر بگویم ریاض خدا من بعد کده بدم یعنی پس میگم برای باز کنید. کلگی میگه پس اگه تو رس شروع کنین اون مردم بلی آس خدا خینه میست که ببینید. یکی خود جامعه جهانی است، بیشتر در مورد از اونا گفتم که اونا پابند نیست و مو اصول هایی که خودشان نشته کردن پابند نیستن. اونا دنبال منافع است. پس ما چرا دنبال منافع نیستیم؟ سوالی چست؟ ما افغان ها چرا دنبال منافع هستیم؟ یا ما همیشه افغان ها دنبال منافع ایران است، نیمیش دنبال منافع پاکستان است، نیمیش دنبال منافع روسیه است، نیمیش دنبال منافع امریکا است؟ خدا فراموش کردیم. هر وادی که افغان ها خود اول پیدا بکنن ما خود بیافیم، بعد از او مشکل ما به خدا حل میشه. ولی اگر ما تو سیاست های خام پیش بگیریم در هر گپ خود بند کنیم که نمگذارم و نمیمانم، دهی ما هر روز بدنام شده میریم، ناکام شده میریم.
از این خطر ببینین بیاز خدا دیشب اعلان که جگرخون ترین کشور جهان. چرا ما جگرخون باشیم؟ و تا بکای جگرخون باشیم؟ این نیست که در دوران امارت، در دوران که امیج امریکایان بود ما جگرخون ترین مردم دنیا بودیم. و شاید پیش از اومدن دوران عبدالرحمن خان، پیش از او امان الله خان، داود خان، ما بخاطر مردم غریب چه خوشی داره. کسی که پشت یک لقمه نان محتاج در طول تاریخ روان است، او چه خوشی خواهد داشته باشه؟ پس ما همیشه مردم جگرخون هستیم. پس بیاین خود از این حالت بکشیم، از جگرخونی دیگه تا بکی و میتاریم. و باور کنین بسیار آسان است، بسیار آسان است، به شرط که اراده و تصمیم بگیریم. ما مردم خدا دیگه از این مصیبت نجات میدیم، ولی تا بال نگرفتیم. تشکر. تا بال می تصمیم ما نداریم، اراده را نداریم. هر وقت امارت اسلامی افغانستان نمی این گپا بشانه، این تیر پیر اگر افغانستان ملامت گیر پرتیم که ملامت هسته، چهار طرف افغانستان باید سیم خاردار بگیریم. به خاطر هیچ کسی جا نیست که ملامت نباشه، به شمول مردم عادی هیچ کس از اینجا براحت نمیبره. در طول 50 سال که بگویم من والا خوب آدم بودم، هیچ کسی اینجا خوب نبود. اگر یک نفر خوب میبودم ما در این حالت نبودیم. پس خوبترش همیست که از دل جان ما بگویم یکی دیگر ببخشیم. افغان هستیم، تیر پهیر خلاص، نه خلقی است، نه پرچمی است، نه اخوانی است، نه مجاهد است، نه طالب است. ما همه ای ما یک افغان هستیم. فقط میشینیم در منحیث افغان ها، نه منحیث نماینده تنظیم فلانی و تنظیم فلانی، منحیث افغان ها میشینیم بحث میکنیم که درباره امروز و فردای افغانستان. اونوست که نتیجه میگیره. اگر نه که باز ما تفنگ دست ما و مرا بدوان و ترا بدوان، همسایه ها از استفاده میکنه، باز همون جنگ های استقباراتی، جنگ های نیابتی است. در فرق فرق یکی دیگه خود باز از 45 سال میزنیم که هیچ چیز هم به دست نمیاریم. سپاسگزار سم سرمن صاحب. در نهایت چطور میشه که همی بنبست سیاسی به وجود آمده را شکستاند؟ جناب احمدی گرامی، بنبست سیاسی موجوده در فضای نابهنجار کنونی جامعه ما روزنه های حل بسیار خوب داره اگر ما او را با منطق قوی سرش فکر کنیم و تصمیم و اراده بگیریم. در قدم نخست این حقیقت است که امروز طالبان در افغانستان مطرح هستند، یعنی که نظام طالبان به دست خود گرفته، ولی مطرح سازنده نیستند، مطرح دلسوز نیستند، مطرح قانونی نیستند. اولین روزنه بارها ما این صحبت کردیم، حالا یک بار دیگه به مسابقه تاکید حسن این یادآوری میکنم که زمان میتونه طالبا این مشکل را رفع کنه از این فضا و از این بنبست، برای که هویت قانونی ملی پیدا کنه. مشکلات داخل کشور بنابر خاص مردم، من نمیگم که خاص بیرونی ها یا که جهانی که دور از طالبا و زیر طالبا را زیر نظارت گرفته مطابق از اونا عمل کنه، مطابق خاص مردم افغانستان عمل کنه و آرزوهایشان را برآورده بسازه. این من باور دارم که طالبا افغانستان آزاد کردن به حساب خودشان از امریکا، در صورتی که مسئله زی بحث میکنم چون این نیست. مسئله مایده دوحه برآمده، دو ساعت من مطالعه کرده، کل گپا روشن از اونجا که چون این نیست. اما از امریکا گرفتن آزادی را، خودشان ایر از یک قفس یا یک زندان طلایی برای مردم افغانستان ساختن. این خود هیچ روزنه را باز نمیسازه به خاطر از اینکه از این بنبست پیدا نجات پیدا کنه. دومی که طالبان باید یک مسئله را بفهمه که با تگرایی همون قسمه که سازمان ها و احزاب پیشتر از این از مجاهد از چپ گرفته تا براز تگرایی کردن و اینا در پالوی تگرایی تنظیمی طالبی خود قومگرایی ها میکنن، هیچ نوع سازندگی برای افغانستان و هیچ نوع پذیرش برای جهان ندارن. این مسئله را باید اینا رفع کنن و راه را باز کنن. و در ضمن از این از لجاجت هایی که هرگز برای هیچ انسان حتی بی‌سواد هم که باشه سازندگی نداره ابا ورزن، دوری کنن. مثلا
سرمنشی ملل متحد را دعوت میکنه به خاطر حل مسئله افغانستان و اینا را جوجت میکنه که من نمیرم. اگر تو قوی هستی، قدرت داری، سه نماینده دیگه که رفته خوب رو در اونجا وارم قناعت بده و خودت تبارز بده که من قوی هستم، من اینمی گپا رو میکنم و من حاضر هستم که با ملل متحد یک جای باشم عمل کنم. این راه فقط اینی راست که تشکر. ما با حوصله مندی، بردباری، متانت و احساس دقیق مسئولیت در قبال جامعه و مردم عمل کنم. بسیار تشکر. زازه سی به عنوان آخرین پرسش، دیدگاه شما رو میخواییم داشته باشم، رای حل چی هست؟ رای حل اول دستی ده چی افغانستان دی نده لپاره دی ارزخت ورد نده. که دی ارزخت ورد وی دا جگره وی پینزت سلوی خکالا نزغله وی. لبل خوانه دومره غرور و کبر هم امارات اسلامی تا لازم نده. ولی نریوال خود با قدرت دی دی افغانستان سخه. اگه که او غواری مثلا هم دا اسرائیل تاسی او گوری چی فلسطین یا دا باندی دا غوی یرغلون بریدون چی وکرل پا چه فجی شکل سره وجن وکرل مگم هیت سوک نشی کولی دی اسرائیل و مخوو نیسی. دوام داد از منگ وطن که او مرغی دا خرار نمیگی و خرار دی یو گزار سر لاری. اگه جهان بخوایا با زودترین فرصتی مسئله را حل میکنه. مشکل اساسی دیست که اول خو سیاست طالبان معلوم نیست که اینا در قبال افغانستان و در قبال آینده افغانستان اینا چی تصمیم دارن، چی میگره. سیاستشان واضح نیست، بخاطر از اینکه رهبر طالبان هنوز نتانسته که موفق شوه یا نمیخواد که برای در بیرون استراتژی و سیاست خارجی و داخلی خود بر مردم جهان اعلان کنه و مردم جهان بفهمه که رهبر امارت اسلامی کی است. دوم دیگه در قبال افغانستان هیچ کس نمیفهمه که جهان و امریکا و کشورهای همسایه چی سیاست دارن در قبال افغانستان. ما بازم تکرار میکنم گپ خودم، مشکل خود ما را تا خود مردم افغانستان حل نکنه و اون مشکل با اون صورت که اگه امارت اسلامی میخواد که با 45 سال ما تم از گلمش از افغانستان جمع کنه، باید مردم بخواد لوی جرگه را دایر کنه و نمایندهای اصلی مردم افغانستان تشکر. که دستشان به خون مردم افغانستان آغشته نباشه در مورد آینده افغانستان تصمیم بگیره تا جهان متوجه شود که اینا مشروعیت مردم خدا حاصل کردن، اینا میخواین کال بر مردم افغانستان بر نسل آینده افغانستان یک چیزی میسازه. ما باید دیگه از جهان توقع نکنیم و سر ادعای جهان باید دیگه اعتبار و اعتماد هم نکنیم. این رای ما سپاسگزارم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.